در فیلم مادرکشی نسبت به بلاهایی که بر تالابها و دریاچه ها و نقاط مختلفی که زمانی پر از آب بودند پرداخته شده. وقتی ببینیم چه بر سر هامون آمده، هامونی که زمانی منبع آب ماهیگیران بود، هامونی که منبع آب کشاورزانی بود که بخش عمده گندم ایران رو تأمین می کردند. تالاب هامون، جایی در جنوب شرق ایران و درست قرینه دریاچه ارومیه که پر آبی آن زبانزد شاعران این مرز و بوم بود، مدت‌ها پیش از دریاچه ارومیه به همین سرنوشت دچار شد. یاسر عرب، مستندسازی که تا به حال دو فیلم درباره مردم سیستان ساخته، با اضطرار و درماندگی مردمان این منطقه به خوبی آشناست. من توی سفر اولم به سیستان به این نتیجه رسیدم فاجعه هر چقدر بزرگتر باشه کمتر دیده میشه انگار. یعنی وقتی شما وارد منطقه سیستان میشی به خودت میگی خدایا اصلا امکان نداره یه چنین چیزهایی که من میبینم حقیقت داشته باشه. مگر میشه 600 هزار نفر اوضاع زندگیشون اینطوری باشه و بعد هیچ خبری در مرکز نباشه؟ این آب وقتی که در روی هامون بود، بادهای 120 روزه سیستان معروفه دیگه، این باد 120 روزه میومد میزد روی این آب، خنک میشد، کولر طبیعی میکرد، کل منطقه سیستان رو خنک میکرد. حالا آب رو درستر بگم، 8 میلیارد متر مکعب گنجایش هامون آب رو تبخیر میکنی در واقعیت، هرچند که روی نقشه ایران هنوز آبیه و کف هامون جز خاک چیزی نمیگذاری. این باد 120 روزه میاد میخوره به این خاک، این خاک رو بلند میکنه و زندگی مردم در خاک رقم میخوره. غذا در خاک، ماشین در خاک، لباس در خاک، تنفس در خاک، بیماری های ریوی در منطقه خاورمیانه نمره 1، بالاترین میزان سل در خاورمیانه. زمانی سیستان را انبار قلعه غرب آسیا می دانستند، اما امروز این توصیف همانقدر دور از تصور است که دیدن این تصاویر از گذشته تالاب هامون